برخی نهادهای خارجی ماهانه میلیون ها دلار را در بخش کمک های بشر دوستانه در افغانستان هزینه می کنند. اداره سایه و معلومات اما از نحوه کمک های نهادهای خارجی انتقاد می کند و می گوید که ده ها میلیون دلار به نام مردم افغانستان گردآوری و حیف میل می شود. مؤسسات خارجی به شمول WFP و دیگر اکثر مؤسسات متاسفانه هر روز ارقام متفاوت و ارقام غلط را در بخورد مردم می تند و به این شکل می خواهند که مردم افغانستان و مردم جهان اخفال بکنند. متاسفانه که این ارقام اساس و بنیاد نداره. آمارهای برنامه جهانی غذا نشان می دهد که این برنامه برای رساندن مواد غذایی به بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان 2,600,000,000 دلار هزینه کرده است. موین اداره سایه و معلومات می گوید که کمک های آنی و فوری نه تنها مشکل اقتصادی کشور را برطرف نمی کند بل بر میزان فقر در افغانستان می افزاید. اگر کوههای شیر دروازه و آسمانی را شما طلا بسازید و یا اگر زمین های افغانستان تمام شیرانه نمیشه به قول علامه فیضانی، این نه تنها که به خاطر کاهش فقر کمک نمی کند بلکه باعث فقر بیشتر هم می شود. پیش از این وزارت مالیه مصارف اداری و عملیاتی نهادهای مددرسان در افغانستان را ظالمانه گفته است. وزارت اقتصاد به این باور است که کمک‌های بشردوستانه بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر مثبت ندارد. کمک‌های بشردوستانه ملت زنده نگه داشته میتونه، ولیکن با پا ایستاد کرده نمیتونه. برخی آگاهان مسائل اقتصادی خواهان تغییر کمک‌های بشردوستانه در افغانستانند. از لحاظ اقتصادی دارای هیچ گونه معقولیت نیست و از لحاظ اجتماعی هم دارای هیچ گونه مسئله اخلاقی مد نظر گرفته نشده. برخی باشنده های کشور به این باورند که کمک های بشر دوستانه به افراد نیازمند به گونه درست توزیع نمی شود. زیادتر می ما کمک هایی را که می گیرن به خیش و قوم اقارب خود تقسیم می کنند. با مردم مستحق اصلا نمی رسد. اگر زمین کار با مردم مساعد شود خود ما یک لقمه نان پیدا میکنیم. او مهم نیست که شاید هزارها افغانی باشد. در حال حاضر تمامی کمک ها از طریق سازمان های جهانی در کشور به مصرف می رسد و از سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان یک درخواست کمک 5 میلیارد دلاری ارائه کرده است.